دولت اسرائیل با اعلام اینکه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به دلیل عدم محکومیت صریح حمله موشک ایران به اسرائیل عنصر نامطلوب شناخته شده، ورود او به کشور را ممنوع کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تنش‌ها در منطقه به شدت افزایش یافته و وضعیت انسانی در نوار غزه و لبنان بحرانی است. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. دولت اسرائیل اعلام کرد که ورود آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، به این کشور ممنوع شده است. اسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل، در بیانیه ای گفت: من گوترش را عنصر نامطلوب در اسرائیل اعلام کردم و ورود او به کشور را ممنوع کردم. این تصمیم به دلیل عدم محکومیت صریح حمله موشکی ایران به اسرائیل اتخاذ شده است. ایران روز سه‌شنبه بیش از 180 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد که آن را به عنوان واکنشی به ترور رهبران حماس و حزب الله توصیف کرده است. وزیر خارجه اسرائیل همچنین به این نکته اشاره کرد که گوترش گروه مقاومت فلسطینی حماس را به عنوان سازمان تروریستی معرفی نکرده است. در ماه‌های اخیر چندین مقام سازمان ملل نیز از ورود به اسرائیل منع شدند، از جمله فرزنسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای فلسطینی ها که به طرفداری از فلسطینی ها متهم شده است. این اقدام اسرائیل در شرایطی صورت می گیرد که تنش ها در منطقه به شدت افزایش یافته و حملات مکرر این کشور به نوار غزه منجر به کشته شدن بیش از 41,600 نفر که عمدتاً زنان و کودکان هستند شده است. همچنین از 23 سپتامبر حملات مرگبار اسرائیل به لبنان بیش از 1,000 کشته و نزدیک به 3,000 زخمی بر جای گذاشته است. این رویدادها نشان می‌دهد تنش‌های عمیق و خطرناک در خاورمیانه وجود دارد که نیاز به توجه جهانی به بحران‌های انسانی در این منطقه را تشدید می‌کند. از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به تصمیم اسرائیل برای ممنوعیت ورود دبیر کل سازمان ملل به این کشور، فکر میکنید این اقدام چه تأثیری بر نقش سازمان ملل در حل بحران‌های منطقه‌ای و روابط دیپلماتیک در خاورمیانه خواهد داشت؟ و آیا از لحاظ حقوقی و روابط دیپلماتیک عنصر نامطلوب خواندن دبیر کل سازمان ملل متحد وجاهتی داره؟ بفرمایید. تا اونجایی که من به حافظم مراجعه کردم، فکر میکنم در طول عمر 8 دهه سازمان ملل متحد هرگز هیچ کشوری نیامده از شخصی در جایگاه دبیر کل رو به عنوان عنصر نامطلوب نامگذاری کنم. ببین، عنصر نامطلوب یا پرسونا نان گراتا یک ترم حقوقی است که در روابط دیپلماتیک برای اینکه دو کشور اگر از همدیگه با همدیگه تنشی داشته باشن، مثلا تصور کنن که دیپلماتی در خاک ما هستش اما وظایف دیپلماتیکشو نه انجام نمیده، بلکه داره وظایف جاسوسی رو انجام میده، خب نمیتونن دستگیرش بکنن چون اجازه دستگیری او رو ندارن، نمیتونن توبیخش کنن، نمیتونن محکومش کنن، نمیتونن اعدامش کنن. تنها راهی که وجود داره به عنوان عنصر نامطلوب اخراجش کنن. اون هم برای اخراج کردنش این هستش که مثلا فرض کن یک ماه بهش وقت بدن، یک هفته وقت بدن، دو روز وقت بدن، 24 ساعت وقت بدن، مستقی داره که چقدر شدت ناراحتی رو بخوان نشان بدن، یا از کشور رفته بیرون بخواد برگرده بهش اجازه ورود ندن. این در بین کشورها خیلی اتفاق میفته، اما دبیر کل سازمان ملل متحد رو به عنوان عنصر نامطلوب اعلان کردن اصلا شگفت انگیزه. دقت بفرمایید، دبیر کل ریاست دبیرخانه را دارد و دبیرخانه یکی از 6 رکن سازمان ملل متحد هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه سازمان ملل متحد مثلا مجمع عمومی داره، شورای امنیت داره،
اکوسو که داره و دیگران و دیوان بین المللی دادگستری داره، این صدا برمیگرده. در این شرایط در مادر وقتی شما محرومش میکنید، یه دبیر کل رو محروم میکنید، دبیر خانه رو دارید محکوم میکنید، یعنی یکی از ارکان سازمان ملل متحد رو شما دارید تحت این توبیخ قرار میدید و حال اینکه او کار خودش رو داره انجام میده. نهایتا شما میتوانید بهش گلایه کنید که آقا شما وظیفت رو خوب انجام ندادید. شما می توانید دو ضمن اینکه اسرائیل خب رابطه بسیار قوی با آمریکا داره، از با اروپا داره، با فرانسه، با از طریق کشورهایی که نفوذ دارن بگن که آقای دبیر کل داره وظیفش خوب انجام نمیدن. اما اینکه او رو به عنوان عنصر نامطلوب اعلام بکنید، این بسیار عجیبه. عجیب تر این هستش که خب خانم فرانچیسکا آلبانز رو هم ممنوع کردن ورود. خانم فرانچیسکا آلبانز یک حقوقدان برجسته ایتالیایی است که گزارشگر وضع حقوق بشر در اسرائیل هستش. ایشون به صراحت آمده مواضع بسیار سختی گرفته علیه اسرائیل و گفتن که او رو به خاک کشورمون راه نمیدن. این کار هم خب در واقع یه نوع تقابل هستش با شورای حقوق بشر. اما در این خصوص خیلی کشورها هستن که گزارشگر رو راه نمیدهن، مثل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه حقوق بشر الان برای بیش از 2 دهه هستش راه نداده. کار غلطی هست اما بسیار تکرار میشه. این کشورهایی که نمیخوان جنایاتشون روشن بشود، جلوی گزارشگر رو میگیره. این زیاد اتفاق افتاد. اما دبیر کل سازمان ملل متحد رو عنصر نامطلوب اعلام کردن یه چیز واقعا شگفت انگیزه و خب نشان میده که چقدر الان فشار روی اسرائیل بالا رفته که آمده یه همچین تصمیم نامتعارفی رو گرفته. بله، سپاسگزارم از همراهیتون. با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.